بعد از یک هفته مثل سگ کار کردم بالاخره ویدیو آماده شد. هفته یه دونه ویدیو خیلی دیر بود ویدیو میذاری بالا بعد از هفته. دادی 600 هزار تا شدم تو اینستا. هر وقت یه میل میشدی باشی بیبینی جا. وای چه وقت شده همه جا دارم میان کمکاری داری بکنی من پاره دارم میشم. از اونچه که 650 سال نوریه که روی 600 هزار تا موندم تصمیم گرفتم یه کاری بکنم که سریعتر میلیونی بتونم بشم. چجوری میلیونی بشویم؟ بورسای آنلاین من 20 میلیونه. درسته خودم 20 هزار تا میگیرم فالوور ولی تو یه 20 میلیون بده پول. پول. در نتیجه تصمیم گرفتم که از روش هوی خودم استفاده کنم. الان با خودی داری فکر میکنی واو الان نشسته ماتماتیک این چیزها رو انجام. نه خیر اینجوری نیست. نشستم ایده ها بوده بشتم. امروز از اوله از چالش میلیونی شدن توی یک هفته که اصلا غیر ممکنه بخواد این تو 100 تا ویدیو هم توی یک هفته بدی بعد زمان بدی بهش که ویو بگیره مگر که ویدیوات انقدر خدا باشن که توی 24 ساعت وایرال بشن. توی 7 روز من باید کاری بکنم که 400 هزار تا فالوور بگیرم یعنی روزی میشه 7-8-35 5000 تا فالوور روزی ریاضی میخوام. وایسا روزی 50000 تا فالوور و دعا بکنم که توی یک هفته باشم 1 میلیون و یعنی باید توی یوتیوب دیلی ویدیو بذارم با عنوان مجازات. اگه باختم تصمیم میگیریم چقدر برای چند روز دیلی میذارم. باشه شما هیچ وقت نمیدونین من چجوری ویدیو میگیرم. موبایلم کو گوشیمو میزنم به شارژ به خاطر اینکه هر وقت میرم بیرون 7-8 ساعت بیرونم و دیر شده ساعت 2:48 از احتمالاً تو شارژ میزنم بیرون بعد شب 4 تا ویدیو میخوام یکی میخوام بگیرم نه درست بگیرم وریده میشه به همه چیمون. در نتیجه سریع تر Let's go. یکی از راه های فالوور گرفتن توی اینستا اینه که پست بذاری و من پست نمیذارم. نه بابا واقعا پست ما بذاریم نمیرسیم دست دارم. منظورم پست عکسه به غیر از ویدیو. یکی از راهاش اینه که عکس بذاری ولی همیشه جواب نیست یعنی باید عکس واقعا خداورد عکس ها باشه و وایرال بشه اون عکسه. چجوری نمیدونم چون من داغ نیستم. با منفی صحبت میکنیم ولی بیاین آنست باشیم با هم دیگه. خب باید من یه عکسی امروز بگیرم که وایرال بشه و الان ساعت 4 و نور میره و داره سمت پاییز میشه و تابستون هم گذشت ولی اگه تابستون بود تا ساعت 7 میتونستم بیرون بمونم و عکس رو بگیرم ولی عکسی که میخوام بگیرم کسی نیستش ازم بگیره درنچه خودم رو بگیرم پایه بعد ببرم بیرون پایه نمیتونم ببرم بیرون بخاطر اینکه باید یه سری چیزا بخریم بخاطر اینکه بلاواز بشه. تا باید به این فکر نکرده بودم باید ادیتش هم بکنم یعنی من شب تا در شب بیام ادیت کنم که باید آپلود کنم. اوکی اشکال ندارم میگذارم. کسایی که عکسای وایرال داشتن چه بیان به من کمک. من که واسه روزای آینده امروز که رفت من نباید ببازم این چالش رو به هیچ قیمت نمیتونم این با چالش رو ببازم خاطر اینکه باید انجام بدم مجازات رو و مجازات اینه که هر روز بخوام ویدیو بذارم و من ادیتور ندارم خودم ویدیو رو ادیت میکنم درنچه میفتم و میمیرم. دخترهای باهوش میدونی چیکار میکنن؟ موقعی که وقت ندارن از پلاستیکا استفاده میکنن. مدیونی فکر کنی به خاطر تنبلی فقط دختره باهوش میکنن به خاطر اینکه دختر نمن باشن هر روز چون اگر کتر میشن. دارم میخواست با کیسه خار مادر پوست بازوامو چون جوش داره بعد یادم اومد که فتوشاپ هست دندونه ولش کن. بچه این سفید کننده دندونی که من هر وقت استفاده میکنم یادم میره قشنگ بهتون نشون بدم این کارتر داره نشون میده که کدوم رنگ دقیقاً دندونا. از اون که من بنزه آب قهوه میخورم فکر کنم 7 8 واقعا احساس میکنم فاجعه است دندونا. دریاک میکشیدم سنگین در بود.
چی باعث شده فکر کنی من الان میدونم دارم چه گاهی میخورم؟ من فقط یه میلیونی شدم که الان بدونم چجوری باید دوباره یه میلیونی بشم؟ نه بخش عشقم، من باره استرسم زیاده، استرس این ویدیو خیلی بالاست وقتی که نمید را باره را را باره بزرگتر مشکل اینه که لباسی که واسه عکس گرفتن میخوام و یه جورایی ندارم و باید بریم یه سری چیزها رو بگیریم و من اگر بخوام برم بگیرم و باید بیام آماده بشم شب میشه. چه مدل مویی من الان میخوام؟ من معمولا عکسامو هیچ کدوم رو فتوشاپ نمی کنم ولی مثلا فکر میکنم باید بخورم بخواد دیگه what the fuck what the fuck چجور میکاپ میخوام بخورم خار و مادرت را بلن این رو دارم و شب ببرم یه لباس دیگه بخریم. بندای نامرئی داره اینجوری میذاری بعد از پشت واقعا جواب داده بسه همه شرم که باید اینا رو چه نشوندی بخاطر اینکه شاید ندونی واقعا یه همچی چیزی هست و دارم میگم چون منم نمیدونستم اون موقعی که خیلی اینجور بودم که برای که تمام مال و اموالم یه باید نظر مردی نشم درم بشم چون خیلی قراره خم و راست بشن و واقعا افسوس که نه نمیشه ولی خب دوستان با این کشو شاید براحتی دوست بشید. نمیخواستم این کارو بکنم ولی دلم میخواست بکنم. نمیدونم چجوری کار میکنه ولی خب واسه کشیدن شقیقه است. اصلا هر لحظه ممکن در بیادیم ماجرا. واقعا الان شبیه یک دافه به تمام معنا شدم احساس میکنم. دو عدد باتری بخاطر اینکه خیلی سریع باتریش تموم میشه دوربینه یکم یه دونه کارت گرافیک احساس بکنم اعتماد به نفسم نجات نمیده این لباسو ولی خب اینقدر صندلی اینجا همشون ایک میرین دنبایی پوشیدم البته راحت ترم هست چون میخواییم کفش بگیریم از توی ویدیو میشه عکس گرفت ولی عکس بگیرم مردم واقعا یه جوری نگاه میکردن انگار عمه‌شون پیش من گروگانی بود در نتیجه واقعا احساس اعتماد به نفس نمیکردم توی لباسا سعی کردم میخوره تغییرش بدم ولی این کفشا شبیه این کفشایی که توی دهه 60 با کاسه چش در میآوردن الان کاوبوی بوت مده ولی هر جوری نگاهش میکردم واقعا زیبا نبود یه سری چانکی از این چی بهش میگن اینا از این سعی کردم گیر بیارم اینم زیادی سیاهه واسه لباسم یعنی با شکلش حال کردم به طرز تعجب آوری ولی زیادی سیاه نمیدونم چجوری اینم بالرینا بود که شبیه کتلت شده بود پام تو سعی کردم اینو با یه کیف و ژاکت ستش بکنم ولی هرجوری نگاهش میکردم به کیفم مثلا نمیومد اساسا که مثلا استایل منم زیادی دخترونه است من زیادی تحت تاثیر نگاه های بقیه قرار گرفته بودم هی میخواستم خودم بپوشونم بعد الان نگاه کن شبیه گونیه بلند نیستن یه پیراهن مردونه سفید میخواست انگار میخوام برم حرم این بعدی هم شبیه این معلم های خسته زبان انگلیسی به این نتیجه رسیدم که لباسای خودم قشنگ تره البته چند تا لباس خریدم که در ویدیوهای آتی خواهید دید تصمیم گرفتم تو باغچه خونمون عکس بگیرم باید الان بر دوستان محترم این موتوری هستش که منش تصادف کردم و این ایده به ذهنم رسید که بیام بشینم روش و انگشت خودم رو تقدیم بکنم بهش همون که پامو تقدیم کردم فکر الان روشن شه خاطرات تکرار بشه واقعا دلم نمیخواد چه اتفاقی بیفته دوربینم هم خیلی بد گذاشتم اگه بیفته واقعا ناراحت میشم فقط اینو بدونین که جاتون خیلی ریسکیه الان ولی خب موهام هر مدلی که تونستم استایل کردم این کشرم هی بعد جاشو تغییر میدادم چون واقعا بلد نبودم باش کار کردن واسه همین یه بافت زدم روش که سفت در وایسه و موهام داشت کنده میشد ولی خب عکسای قشنگی در اومد حسود هرگز نیاسود خوابم باشتم صبحونه از صبح تا الان نخوردم
همیشه همین وضع دارم ماما موقع ویدیو گرفتم. کاش یکم بزرگ. یکی از مهمترین چیزهایی که تو این چند وقت فهمیدم اینه که من نیازی به کرم پوستی ندارم، نیاز به میکاپ ندارم. هر وقت که میکاپ میپوشم جوش میزنم، دقیقا جاهایی که میکاپ میزنم مخصوصا برونزر جوش میزنم، واسه همین سعی میکنم که سریع بشورم. و برای گوریلینگ به دافینگ باید خیلی بیستون خوب باشه. او مای گودنس فارش کلی کلی. ولی آره واقعا اینجا هر روز یه دنگ و فنگ با پرستارای مختلف من داشتم و اعصابمو داشت خرد میکردم. اون بکگراند مثلا به قبهمم غذا نداده بود مثلا 6 ساعت. بعد من اینجوری بودم خدا نگهدار شما. آره بعد همینجوری شدش که 5 تا پرستار عوض کردیم. الان اوکی خدا رو شکر بچی. ولی خب خیلی سخت بودش که بخوام حال خوبمو نگه دارم. مثلا اینجا دلم میخواست واقعا برم جر بدم خودمو و بقیه رو. وقت رکورد ویدیوه. اکثرا ویدیوهای شورت که میگیرم شما رو میذارم اینجا. پایه خاصی هم ندارم بخاطر اینکه این پایه اینجوری وای میسه ولی اینجوری وای نمیسه. بعد اینجوری وایسه. درنچه شما رو باید اینجوری بذارید. متوجه شدی؟ موقعی که داشتم اتاقم رو مرتب میکردم که این ویدیو رو بگیرم یه باکس بزرگ وسیله پیدا کردم که دیگه استفاده نمی کنم یا اصلا نمیدونم چجوری ازش استفاده کنم. واسه هم یه ایده پیدا کردم. میتونی ببینی توی یوتیوب. واسه هر ویدیو من سعی میکنم تریپای مختلف بزنم. مثلا اینجا دارم میخواست خود تمیزتر و زیباتر به نظر بیام ولی خب آخر اینم فاجعه بار بود مثل قبلی. البته هیچ چی به اندازه قبلی واقعا فاجعه بار نیست ولی پوستم داشت میسوخ و سعی کردم با این خط چش درستش کنم ولی بدتر شد بخاطر اینکه بلد نیستم چجوری خط چش بزنم. اینجا دارم به خودم روحیه میدم که تا صبح بتونم به بیاد ادیت کنم تا صبح مثل امروز و روزهای دیگه. کلیک اوت بکنید خودم رو پاره میکنم. ولی اگه میخواین یاد بگیرین من دقیقاً چی کار میکنم، اول میخوام عکسامو ادیت کنم توی برنامه فتوشاپ ولی در اصل نمیخوام قیافمو خیلی تغییر بدم. ولی اگه بخوام تغییر بدم اینجوری تغییر میدم، کل آناتومی بدنمو اینجوری میتونم تو لیکویفای تغییر بدم. بعد گردنمو کوچیک میکنم، بعد کمرمو کوچیک میکنم، بعد کلا خودم نابود میکنم. دیگه سلف لاو. خدا شکرت کج زاییده شدیم با هورمون چاقی با ست تا مشکل. ولی خب نورشو فقط من تغییر میدم و ولی خیلی تاثیر داره تغییر نور. ببین کمر شما میتونه کوچیکتر بشه به خاطر نور، نمیدونم چه جوری. ولی حدود 2 ساعت تونستم بخوابم و بعدش پا شدم که نتایج ویدیو رو بگیرم. یادونه این عکس هست، اینو خیلی خوشم من، این عکس رو خیلی خوشم من. ببین این خیلی نازه ولی این زیادی سکسیه. نمیخوام پستش کنم به خاطر اینکه میگن لخ شدی ولی خب لباس معمولیه و اینجا همه دختر میپوشن، هیچ کسی چی بهشون نمیگه. ولی خب خدایا یا پولدارم کن یا جونم بگیر راحتم کن. نمیدونم چه جوره ولی عروسه دوان شدم. واقعا چالش سختیه، واقعا دارم توی با تحتم حسش میکنم. این پیج اینستاگرامم قبل از اینکه پست بکنم و این بعدشه، امیدوارم که تغییر کرده باشه. الان نمیدونم چقدر تغییر کرده بخاطر اینکه یک روز میگذره احتمالاً از اون موقع. ولی اگر تغییر نکرده باشه واقعا خودم جر میدم. ولی الان نمیتونم خودم جر بدم بخاطر اینکه نمیدونم واقعا تاثیر داشته نداشته. ولی اگه نه واقعا خودم جر میدم و اگه ازم خبر داره نشدی بدون که خودم جر دادم. این ویدیو هم اینجا به پایان رسید و من الان میرم بیرون یه خورده هوا عوض میکنم و بعد داروامو بعد برم بگیرم بخاطر اینکه کلی مشکل و بدبختی دارم در کنار کار. و میبینم اتون فردا برای ادامه چالش.